سلام به شما عزیزان، امیدوارم که جور و صحتمند و خوب و خوش بوده باشین. شما بیننده چینل تماشا 24 هستین و من هستم شهرزاد پویا در خدمت شما. اگر دوست دارین ویدیوهای بعدی ما رو هم دریافت بکنید، روی دکمه سابسکرایب کلیک بزنین تا ویدیوهای بعدی ما هم براتون بیاید. عزیزان دل، در این ویدیو روی دو موضوع میخوایم صحبت بکنم. از یک گفتم جدا جدا برشان ویدیو ثبت کنم، بهتر از یک ویدیو همیشه کوتاه کوتاهش صحبت بکنیم و تمام شود. لاتوکوب یک نوجوان افغان در یونان توسط خود افغان ها روی ادی صحبت میکنیم، اطلاعاتی که بر ما رسیده. و همچنان دوستان عزیز، در مورد آقای زمره سالنگی حرفهای دارم که باید بدانین و بعد از او باز تصمیم بگیرین که امرایش میخواین چی کار بکنین. اما قبل از او، برای جان باختگان حادثاتی که در چند روز در کشور تکرار شد و متاسفانه خیلی زیاد ناراحت کننده بود، برای جان باختگان بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل آرزو میکنم. دوستان عزیز، اوضاع کشور در این روزها اصلا خوب نیست، اصلا قناعت بخش نیست، اصلا خوب نیست، کاملا همه چیز به هم ریخته. حادثه تخار شما خبر دارین که بیشتر از 60 نفر، اگرچه در خبرها کم گفتن، اما حقیقتش این است که اونجا همکارای ما بودن، خودشان شمار کردن جسدارا که بیشتر از 60 نفر در اونجا تلفات دادیم. و در ولایت کندوز دوستان عزیز، در هر شبانه روز 15 تا 20 تا 15 تا 20 تا تلفات داریم و طالبا از طرف شب روی پوسه ها حمله میکنن و در هر حمله شان 15 20 نفر دولت تلفات داره از اردوی ملی و پلیس ملی و هیچ برنامه هم تانوز برش چیده نشده. من نمیفهم که با این وضعیت دولت چطور میتونه با طالب مبارزه بکنه. گفتگوهای سلام که مقصود در جایش ماندگی است و من مطمئن هستم که به نتیجه نمیرسیم و تنها زیای وقت است. اینجا در این سیاست بازی های آمریکا و طالب تنها کسی قربانی میشه 4 تا اولاد غریب است که به خاطر یک لقمنان پیدا کردن یا به خاطر از اینکه فامیل خود کمک بکنه رفته به اردوی ملی یا پلیس ملی در اونجا می جنگه. اما متاسفانه به جای کدام دستاورد دیگه فقط جان شیرین خود از دست میده و ناحق و بیفایده. ما امیدوار هستیم این بدبختی پایان پیدا بکنه. واقعا چی بگم، دمی چند روز از بس خبر خسته کن شنیدم، از بس خبرهای خسته کن دیدم. در ولایت تخار و حادثه که شد، چندین نفری که در اونجا شهید شدن متاسفانه دوستای ما بودن، من مشناختمشون، نشسته بودیم در گزارشات، در خبرها با ما یک جا بودن. در ولایت کندوز بعضی دوستان می رقم از بین رفتن که همه واقعا بالای حتی روح روان رو تاثیر گذاشته، که شاید امی لازم گپای منظم نباشه، من معذرت می خواهیم. امیدوار هستم شما هدف بگیرین که هدف چی است. به هر صورت این همه ناراحت کننده است. میریم سر اصل مطلب دوستان عزیز. موضوع اول در مورد زمره سالنگی است که باید صحبت شود در موردش و شما حقیقت بفهمین که حقیقت چی است. و موضوع بعدی ما در مورد نوجوان افغان است که در یونان توسط خود افغان ها لتوکوب شده و چنان لتوکوب شده که دیگه خارج از شوکات انسانیت. دوستان عزیز، موضوع اول از زمره سالنگی شروع میکنیم. زمره سالنگی رو شما میفهمین که در چند روز در شبکات اجتماعی ویدیوهای از این برآمده که بسیار زیاد دچار مشکل هست و خواهان کمک و همکاری از هموطنان ماست. حتی در یک از ویدیوهایش گفته بود که پول از زیر نداره که از کابل تا نیمروز بیایه. خب من بعد از اینکه ویدیوها را سعی دیدم و همچنان در بخش کامیونیتی کانالم براتون نوشته بودم که دوستان از مواظب باشین، به کسی پول نفرستین برای فعلا تا بانین که من این موضوع رو روشن بسازم. یک موضوع رو بگویم که شاید بعض دوستا سوال میکنه که شهزاد، تو مشم این اطلاعات از کجا میکنی؟ مثلا از چطور خبرات دقیقه پیدا میکنی؟ یک گبه بگویم دوستا عزیز که ما چندین سال در بخش رسانه، در بخش خبر بودیم. در تمام ولایات همکارای رسانه‌ای ما هستن، کسان هستن که امرای دیگه شبکه ها کار میکنن و خبرنگارا هستن. من امرایشان تماس میگیرم، تماس دارم، تمام ولایت هستن، وقتی زنگ میزنم برشون در مورد یک موضوع میپرسم، زحمت میکشن، لطف میکنن، میرن برام اطلاعات جمع میکنن، اطلاعات دقیقه در اختیار من قرار میتن. از خود ما مسائل امرو شما شریک میسازم، فقط همین اسم کدام گپ دیگه نداره. بس همین. ما در کابل با دوستا تماس گرفتم، گفتم زمره سالنگی رو برام پیدا بکنین و بیارنش پشت خط تلفن که من سوال دارم و من میخواستم از این بپرسم که برادر عزیز، مشکل خودت چی است؟ تمام موضوعاتی که شما میفهمین و میخواستم ازش بپرسم کمی روشن شود.
اما همکاران ما رفتن پشت خانهش، حتی سر کارش. شما ویدیو رو میتونین ببینین که من گفتم ازش ویدیو بگی، دیگه ویدیو پیدا نکردن، رفتن در جایی که کار میکرد، از اونجا ویدیو گرفتن، برام روان کردن، گفتن ما زحمت خود کشیدیم رفتیم پلیدیم، اما یادم پیدا نکردیم. تا بالاخره ای که خبر شدیم، برادرش گفته که ولی خو رفته ایران. دوستایی که در ایران ما میشناسم امروزم تماس گرفتم، شمارش دادم، گفتم این شماره واتساپ و گپایش هست، گفتم میره بپالین پیدا کنین، اگر جای سراغ هست پیشش پیدا کردین امروز ما شریک بسازین که من این آدم کار دارم. حالا هنوز هم بر دوستان میگم که پول به کس نفرستین، به کدام کانال کمک نکنین. چرا نکنین؟ من دلیل دارم اینجا برای شما. شما اگر داخل یوتیوب سرچ بکنین زمره سالنگی، شاید اگر 50 60 تا ویدیو پیدا میکنین که تمامش در مورد ازمی است که کمک فلان نفر، کمک بستان نفر، این نفر کمکش کرده، اون نفر کمکش کرده، حتی خدا ببخشه جنرال صاحب رازق حتی این هم کمکش کرده بود، خود دولت کمکش کرده بود. اما من نمیفهم که پیسه کجا رفت. این سوال است که در ذهن من خلق شده با اینکه من ویدیوش که سعی کردم بسیار زیاد جگر خون شدم. یک جوان است که در او حالت میبینیمش، به ویژه یک ورزشکار کشور ماست، یک استعداد خاص داره که باید کمک شوه. خدام که فوتبالرهای دیگه کشور را سعی کنین در کجاست، ولی از ما را سعی کنین چی بدبختی سی آدم گریه میته، آدم ناراحت میسازه. اما بعضی حاشیه ها داره این موضوع که او را هم ما باید عاقل باشیم و بپذیریم. دوستان عزیز، شما میتونین در یوتیوب سرچ بکنین زمره سالنگی، ببینین چقدر ویدیو میاد که بارها حتی یک کانالی را چندین بار کمک کرده، برش سرمایه دادن 50,000، 60,000، 1,00,000، 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000. حالا من ایران بایستم که پیسه کجا رفت. ما باید از آقای سالنگی پرسان بکنم، هنوزم در جستجو هستم که ایران باید پیدا بکنم، پرسان بکنم که خب اما قدر کمک که برای تو شد، این پیسه را چی کدی؟ در کدام را زدی؟ قمار زدی؟ معتاد استی خدای نخواسته؟ من نمیگم معتاد است خدای نخواسته باشه، اما میگم احتمالش وجود داره معتاد استی. مشکل چی است؟ چی کدی پیسه را؟ اگر یک کس صادقانه بگویم، اگر یک کس شما دوستان عزیز برام 50,000 افغانی بتین و من در او حالت قرار داشته باشم، 50,000 افغانی تانه یک سال بعد دو برابر میسازم، با وجودی که من روزگار خود پیش میبرم، زندگی خودم پیش میبرم امروش، ولی امور من دو برابر میسازم براتون اگر کار بکنم واقعا. اما اینقدر پیسه را گرفت تا آخرش هم بازم اون گریه داره که واقعا ناراحت کننده است حالت بر من. اما نمیتونم از روی احساسات تصمیم بگیرم بگم دوستای سعی کنین چه قوازی بزی خراب از لطفا پیسه روان کنین برش. خامی شما همتون عزیز ما که در خارج هستین، پیسه را که زیر درخت جمع نمیکنین یا برگ درخت نیست، نیست زحمت میکشین. بنان ما باید درست مدیریت بکنیم. میرم من میخوام امروز یادم صحبت بکنم، واقعا باید حقیقت درک بکنم، بفهمم که موضوع چیست. بعد از اون من میخوام خودم از جیب خود کمکش بکنم. من باید بپرسم که از این که تو معتاد هستی چی هستی. اگر معتاد است که ضرور نیست ما برای پیسه رو بکنم، باز بگیره کل پیسه رو بگیره مصرف بکنه، 4 سال بعد باز اونم گریان و زاری و چه رقمی. اگر بگویم که والله یک جوان بی غیرت است و بی همت است، اون رقم هم نیست، یعنی یک چیز بسیار گنگ است. یک آدم بی غیرت و بی ایمان این رقم نمی باشه که مثلا خودش اینقدر استعداد داره باز میره یخنی فروشی بکنه، در روی سرک کارا شاقه بکنه، که این کارا نمیکنه. اما اینجا یک مسئله است که چندین سوال مطرح است که مطمئن هستم ذهن شما اومده که اینقدر پیسه را یادم چی کرد. باید از این پرسیده شود و وقت این ما را قناعت داد. ما در ایران هم دوستا را گفتیم که پیدا بکنه، نمی که پیدا کرده ازش ویدیو میگیره، صحیح امراش مصاحبه میگیره، بعد از اون نشر میکنیم. اگر نیاز به کمک داشت و مشکلش رفع نشده بود، ما خودم میایم با اون که هیچگاهی از شما خواهش نکردیم که لطفا دوستای عزیز فلان نفر را کمک کنین. به بار اول به خاطر یک ورزشکار ما این خواهش از همتون میکنم که باز کمکش کنین، اما برای فعلا به هیچ چینل پول روان نکنین، چون آدم سردرگم است، معلوم نیست کجاست، پیسه شما خودم که در کجا میره باز به درد نمیخوره. پیسه تون ناق مصرف نکنین، نگاه کنین پیش خودتون. سوال بعدی که از طرف دوستا زیاد مطرح شد که چرا این از تیم ها نیست، یا مشم چرا از تیم خارج شد، چرا بازی نمیکنه. ببینین دوستان عزیز، یک گپ تکنیک و تجربه است در فوتبال. من اگرچه فوتبال خودم بازی نکردم، ولی فوتبال میبینم، یک آدم فوتبالی هستم به اصطلاح. یک تجربه است، بلد بودن با تکنیک های فوتبال است، یک سن سال است. ای آدم از سن سالش بالا رفته. من پرسان کردم از کسایی که در فدراسیون بودن، دوستا را گفتم برین از این پرسان بکنین که چرا ایره کشیدن. رفتن پرسان کردن، باز او خیلی دلیل منطقی گفته بودن که یک کمی متاسفانه اول خوب یک کمی جور نمیمد، امرای بچه ها غیر جنگ میکد، یک دلیلشی بود. دلیل عمدهش که از تیم اخراج کردن ای بود که ای آدم سنش بسیار بالا رفته،
یعنی نمیتونه بازی بکنه. صحیح است که شاید 5 دقیقه 6 دقیقه 2 دقیقه بتونه بازی بکنه یا یک 20 دقیقه بتونه بازی بکنه، اما سنش بالا رفته، به او دلیل در ترکیب برازی جای نبود. اما ایره میتونه کشورهای دیگه استفاده بکنه، یا خود افغانستان تیم های کوچک نوجوانایی که تازه به فوتبال رو آورده، اگر یک ماش خوب برش تعیین شوه و ایره بگه که یاره تمرین بده، این رقم یک راه حل برش پیدا میشه و ما میتونیم از این استفاده بکنیم دوستان عزیز. اما آل فعلا ایده ایران است و تا که ما پیداش میکنم منتظر باشین، به کس پول نفرستین. فقط هدف ما ای است از این گپا دوستان عزیز که پول شما ناحق حیف و میل نشه و چهار نفر در جیب خود نندازه، مثل نام از او بیچاره هم بد باشه، پول شما مصرف شده مثل که صدها بار دیگه یک گپا شده، بنان مواظب باشین. میریم به موضوع بعدی دوستان عزیز. من مطمئن هستم شما ویدیو را دیدین که یک جوان افغان یا یک هموطن هزاره ما بگویم بهتر که شما دقیقا بفهمین. من وقتی میگم هزاره منظورم این نیست که من بینش تفاوت قائل باشم. کسایی که از خیلی وقتا ویدیوهای مرا میبینن، من مطمئن هستم که میفهمن که افکار ما چی است. اصلا ما به می پشتون و ازبک و هزاره به می گپا اصلا ارزش قائل نیستم. ما میگم کلا ما افغان هستیم، به می افکار هستم و تا من خودم به خاطر اینکه تفاوت ایجاد نشه، کس مثلا کدوم برداشت غلط نکنه، هنوز به کس نگفتیم که من پشتون هستم، تاجک هستم، ازبک هستم، هزاره هستم، چون این موضوع برام اصلا مهم نیست. خب یک از هموطنان هزاره ما در یونان اونجا فکر میکنم کدوم دوکان داره کار میکنه و یک تعداد از جوانای افغان از این همیشه باج میگرفتن، یعنی باج میگرفتن و میخواستن از این پول بگیرن و بالاخره کدوم مشکلی که پیش میاد دیگه پول نمیته و همراه از یا کلاشخی میکنه. ایره به فریب و نیرنگ بالاخره چال میتن، میبرن داخل اتاق و داخل اتاق چنان چوکیدن نمیکنه، ایره چنان زدن نمیکنه به شکلی که بسیار زیاد وحشیانه است که من تا نمیتونم ویدیو از رو براتون نشر بکنم. اگر شما میخواین ویدیو رو ببینین در صفحه اینستاگرام ما هست به نام می چینل است، سرچ بکنین میتونین در اونجا ببینین. اما من دیگه نمیتونم رو نشر بکنم، به دلیل که نشر بکنم طبق قوانین یوتیوب احتمالی که مرا استرایک بده بسیار زیاد بالاست، شاید من استرایک دریافت بکنم، به اون دلیل گپا را یوتیوب اجازه نمیده که نشر بکنم. بنان اگر شما میخواین در صفحه اینستاگرام ما میتونین رو ببینین. خویره بسیار زیاد لاتکوب میکنن، یک چهار تا آق پدر و مادر که شیر آدم نخوردن، سر دسترخوان پدر و مادر کلان نشدن، یک انسانای بی شرف و بی حیثیت که چی بگم، که اصلا به نام مردی و مردانگی چیزی در وجودشان نیست، این بیچاره را بد رقم لات میکنن. باز در پشتش بختان بسته کردن که ولای امرای دختر چه رقمی بود، چه رقمی بود، کاملا گپا دروغ از دوستای عزیز. امرای دختر مختار کدام رابطه نداشت، فقط مسئله باجدهی بوده. به خاطر ازی که شما او را بهتر بفهمین کافی است همو ویدیو را یک بار نگاه بکنین، دقت بکنین که می آدم چی میگه. در اونجا واضح و آدم گفته است که تو به من حق نمیدادی، چند بار بر من حق ندادی و سر پیسه باز پیسه را میمونه، سرش خطیبینی میکشه، یعنی معلوم دار که سر پیسه بوده جنگ، از این ما نمیتونیم این کار بکنیم. اما چیزی که بر من بسیار زیاد دردآور است، رنجآور است، او ایست که جنگ بین دو قوم چسبیده به خاطر از این مسئله. با آنکه بیاد کردنش خوب نیست، اینال برادران هزاره ما که بسیار زیاد برشان احترام دارم، بسیار زیاد عزیز هستین برای من، که هرگز تو فکر نکنین که من طرفداری از کس میکنم، بسیار عزیز هستین برای من. ضرور نیست که یک تا رو یاد کنم که شما چقدر افتخارات بر افغانستان کمایی کردین، همه که دوستان میفهمن. و برادران پنشیری ما که من هرگز امرای قوم پنشیر با ولایت پنشیر مشکل ندارم، با آن که بسیار زیاد از رقیبای ما، بسیار زیاد از کسایی که مرا دو میزنن دشنام میتن، متاسفانه پنشیری هستن، اما ما هیچ وقت نمیتونم به خاطر چهار تا اوباش الابالی تمام پنشیر بد بگویم. اینال دوستان عزیز، برادران هزاره ما بین پنشیری ها یک جنگ افتاده، یا یار دو بزن، اویر دو بزن، یا احمدشاه مسعود دو بزن و مزاری دو بزن، یک بدبختی، یک نابسامانی در بین دو ملت را افتاده که اصلا خوب نیست، به ویژه در اوضاع امروز که کشور در چی حالت است، کاملا یک وضعیت بحرانی است. شما دو قوم بین هم بفتین که اصلا خوب نیست. او بیشرف و پدرنالته که هر کسی که هست، او کسی که اصلا شیر مادر خود نخورده، بی بندوبار پدر خطا و مادر خطا، هر کسی که هست گذشته از که مربوط کدام قوم است، مربوط کدام قبیله است، اگر تو قنداری استی، تو ازبک استی، تو هزاره استی، تو پنشیری استی، هر کس که هستی تو باید از حق از جوانی که لت خورده باید دفاع بکنی، باید بی بندوبار زیر دار گریختگی هر کس که هست باید پیدا شوه و از این بدتر جزا ببینه، رویش سیاه شوه،
اما لطفا لطفا خواهش من ای است که در بین اقوام جنگ نندازین، بسیار خطرناک است دوستای عزیزم. به خاطر از بچه ما هم ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم، حتی گریم گرفت. به خدا من یک آدمی هستم بساب به زودی مرا گریه نمیگیره، اما این را سعی کردم بیخی بغض گلوی من گرفت. اما جنگ قومی لسانی این همه فقط ما را میتونه دیگان بدبخت میکنه و چهار طرف همسایه های ما سر ما خنده میکنه و رشخند میزنه که یار سعی کرده بین خود چی حال انداختن. این بسیار بد است. من از برادران پنشیری خود عاجزانه خواهش میکنم که خونسردی خود حفظ بکنین، به خاطر چهار تا لچک و بیبندباره که از پنشیرم بگی که ما از پنشیر است. این وظیفه شماست که نمیخواستم بیبندبار و بیپدر و بیمادرها را ای کنین، رویش را سیاه کنین که تا دیگه نام پنشیر ثبت نشه. و از برادران ازاره ما خواهش میکنم که لطفا دیگه ده و دشما ما بس کنین، ای گپا خوب نیست، به خدا بدبخت میشین. و در مجموع از تمام جوانان خواهش میکنم از برای خدا روی خدا را ببینین. چی میکنین شما؟ تا چه وقت میخواین اینقدر بدبخت باشین؟ تا چه وقت میخواین اینقدر نافهم باشین؟ کم مونده یکی دیگه خدا پوست بکنین، باز میرین از ایران مینالین، از پاکستان مینالین که والا ما را آزار میتخو. خود شما چی میکنین؟ او روز من یک ویدیو در مورد ازی که امی مردم ایران، مردم افغانستان بین که دست به دست هم بتیم، دوست باشیم با هم، ثبت کردم. امی نمیگم کلگیشان، یک تعداد هموطنان ما آمدن، خوار مادر ما را میگی کردن و از مردم ایران را میگی کردن، اما خودشان در عمل این تو یک کار بکنن. شما خب با این کارتون بینی ما را پیش مردم ایران بریدین، پیش مردم پاکستان بریدین. شما که خودتان به برادر خود رحم نمیکنین، به این شکل یک کس را به این شکل زجرکش میکنین. شما فکر بکنین، ایرانی را خب هزار شرف داره سر شما، پاکستانی هزار شرف داره سر شما، در کشورش رفتی زندگی میکنی هنوز هم تو را چیز نمیگه، هزار بی‌بندوباری میکنی هنوز هم تو را چیز نمیگه، طرفت خنده میکنه بازم شما گله میکنین از او. خود ما بیاین خدا اصلاح کنیم، قبول کنین که مشکل از خود ما است. ما خود ما با یک دیگه خود رحم نمی کنیم، بدبخت مردم هستیم، نافهم مردم هستیم، نه خود ما میفهمیم نه از کسی دیگه را قبول میکنیم. به این شکل ما به کجا برسیم؟ اینجا که ما میایم گپ میزنیم نه خودتان میفهمین، نمیگم کلگی، بازم تکرار میکنم که دوستان خفه نشم، از مشترکین کانال خود راضی هستم، بسیار زیاد انسانای با دانش و با فهم هستن، اما یک تعداد آدمای زیر دار گریختگی میآیه، نه خودشان میفهمه نه حرف ما را قبول داره. فقط دو بزن. من در قصه دو زدن از اون نیستم، بخی در قصهش نیستم، بس همه ای است که ناراحت به خاطر میشم که چقدر نافهم هستن، چقدر گرفتار جهل هستن. به هر صورت دوستان عزیز، باز هم من بچه‌ها و دوستایی که در یونان مشناختم و ما را زنگ زدم که یارا پیدا بکنن، خود از این بچه‌ای که لط خورده پیدا بکنن که داستان خود کاملا تعریف بکنه، در یک ویدیو برام بفرسته که بازورم براتون نشر بکنم که شما بفهمین حقیقت چیست. من معذرت میخوام اگر که حرفای منظم نبوده برام، گفتم که اصلا این حادثات که چند روز تکرار شد دیدم اصلا از لحاظ روحی آرام نیستم. هر انسان با وجدانه این حادثات آزار میده، یه آدم آرام میسازه، نمیتونه فکر آدم آرام باشه. من معذرت میخوام اگر کدام اشتباهی در برنامه بوده باشه. پس تا ویدیو بعد، خداوند یارو نگهدارتان.